ما در 33 حوزه در واقع دیسیبلین انسان شناسی یا آنتروپولوژی سابجکت داریم و موضوع داریم، از انسان شناسی جنگ، انسان شناسی صلح، انسان شناسی ورزش، انسان شناسی جنسیت و و و. نخستین بار در جهان حوزه ای در انسان شناسی به عنوان دیسیبلین به جهان معرفی میشه، این بار از مشرق زمین، به نام انسان شناسی یاریگری. و میدانید که واژه یاریگری هم مثل واژه برکت قابل ترجمه به هیچ زبان دیگری نیست و انسان شناسی یاریگری برای نخستین بار یک نظریه رو از ایران به جهان معرفی میکنه. آقای دکتر فرهادی چند حوزه رو در ایران تثبیت کردند که یکی از اون حوزه حوزه گیاه مردم شناسیه، حوزه دیگر حوزه نقوش صخره‌ای و سنگ‌نگاره‌هایی که در کتاب موزه‌های درباد گردآوری شدن و در نوع خودش میتونم بگم یک کار بی‌نظیره. من خودم نه به عنوان فرزند مرتضی فرهادی، به عنوان یه آدمی که توی آکادمی چرخیده و با اساتید مختلفی در حوزه‌های مختلف گفت و شنود داشته، من پیش هر کسی که از این اساتید تو حوزه فلسفه و هنر، جامعه شناسی هنر، انسان شناسی هنر، ایران شناسی رفتم، ممکنه آثار دیگر مرتضی فرهادی رو نشنیده بودن، ولی اولین اثری که به زبان می آوردن و خیلی مشتاقانه به زبان می آوردن و برخیشون مثل استاد پویا حتی اشک هم بر چشم می آوردن، موزه های درباد بود. اون وقت این اثر اینقدر مهجور، تاریخ هنر ایران رو خیلی عقبتر بردن. به نظر من اصولا دکتر مرتضی فرهادی پروژه‌ای که دنبال میکنه، پروژه دراز مدت و اساسی خودش، اثبات یاریگری و تعاون در ایران و به طور کلی در شرق است. حالا اینکه من گفتم تعاون، واژه بهتری که احتمالاً میتونم بگم خودشون ابداع کرده یا استخراج کرده از منابع کهن، اینجوری که خودشون میگن، ولی معنا و مفهوم جدیدی بهش داده، یاریگریه. در واقع پروژه دکتر فرهادی یاریگریه. اصلا قانون طبیعت اینه که ضعیف پایمال بشه. این یک تفسیر نادرستی است که بعدها کسانی که در دنیای سرمایه‌داری میخوان اون سرمایه‌داری حریص و آزمندانه رو دامن بزنن عنوان کردن. میدیدم که یه چیزایی تو روستا هست که تو هیچ کتابی نوشته نشده، یه روابط، یه ساختار اجتماعی منحصر و ویژه اون جامعه وجود داره که برای خیلی ها ناشناخته است. حداقل من اون موقع برام خیلی ناشناخته بود، هیچ جایی نخونده بودم راجبش. و بعد می دیدم که خانوما مخصوصا، چون من مخاطبم معمولا خانوما بودن، وقتی می رفتیم توی روستا بگیم ما برای چی اومدیم اینجا و داریم چی کار میکنیم، می دیدم که یه چیزایی اینا به هم میگن زیر گوش هم دیگه. مثلا دیدین دیگه، در مورد تکنیک بازاریابی و نمیدونم این کار رو بکنید و اینجوری میشود و تولید محتوا این است و حالا موقع خوشبختانه، حالا متاسفانه این واژه ها اینجوری هم نبود، یعنی که استارتاپ این کار رو میکند و شما موفق میشوید، آیندهتون رو خلق میکنید و اینها. اون موقع یه حرفایی از این جنس که زده میشد، میدیدم که خانما با هم یه حرفایی میزنن. بعد من رفتم گفتم چی گفتین با هم؟ بعد خانم مثلا هیچی نمونم بهم بگین چی گفتین. مثلا گفتن که تکنیکای بازاریابی که میگن ما باید بریم مثلا چه میدونم خارج از ایران محصولاتمان را معرفی کنیم، ما که ملاحظات اجتماعیمون اجازه نمیده تا لب ساحل بریم، ما که خانوادهمون موافق نیستن، من که مثلا خانوادهم مثلا اینطوری، من بعدم خدایا یه سری مسائل وجود داره که باید بهش توجه کرد.
ولی وقتی سبک زندگی رو شما آمدی تغییر دادی، شما در روستا که میرفتی ترجیحت این بود، فکر میکردی که تمام آنچه که شما نیاز داری رو در این روستا میتونی به دست بیاری و روستا داره کار تولیدیش رو انجام میده و اون شهر 5000 نفری که 4-5 روستا نزدیکش بود، اون روستاها شهر رو هم اداره میکردن. ولی الان برعکس شده، الان شهر داره روستا رو اداره میکنه. البته روستا که دیگه به اون معنی نداریم، همین تجمعات نمیدونم 50-60 خانواری که در بر ویرانه اون روستایی تولید کننده بنا نهاده شدن، اونها رو الان داریم میگیم روستا. خب ما در گذشته تاریخیمون فرهنگ تولیدی بر کشور ما حکفرما بود و شاید به گونه‌ای بود که اگر مجموعه‌ای تولید کننده نبود، یه احساس ناخوشایندی بهشون دست میداد که خب ما که هیچ کاری ازمون بر نمیاد، همه چی رو داریم از جاهای دیگه میاریم، خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ یعنی اگر قرار بر این بود که ما مصرفی داشته باشیم، در مقابل اون مصرف یه تولیدی هم باید میداشتیم. ولی زمانی که این کنار زده شد، ما تبدیل شدیم به یک جامعه مصرف کننده صرف. یه کتاب واره رو چند سال پیش توی انجمن زن کارآفرین که دوستام اومد گفت ببین کتاب رو خوندی؟ گفتم آره من اینو خریدم ولی تو از اسمش خوش اومده، در واقع نخوندم، یه خوردم سنگینه ولی خیلی گفت آره خیلی جذابه. خلاصه بعد آقای فرهادی رو پیدا کردم توی اینستاگرام و دیدم که ایشون خیلی داره کمک میکنه به اینکه این رو هی بازنده سازی کنه و راجبش حرف بزنه و واژه ها رو تسهیل کنه و در واقع به جامعه وارد کنه، که دیگه رسیدیم به آقای فرهادی.